سلام رفقا، مخلصم، خیلی خوش اومدید دوباره به کانال خودتون. آقا بریم امروز سراغ عرفان. آهنگ داده تنفس که توی اینستاگرامش من دیده بودم که خیلی اینو استوریش کرده بود که قراره همچین آهنگی بده بیرون برای این روزایی که در پیش داریم، برای این سالگرد مهسا امینی و کشته شده های این تظاهرات اخیر. به اسم تنفس، موزیک ویدیو 5 دقیقه و 11 ثانیه. بریم آقا تو کارش. قبلش لایک، ساب، کامنت. کلیپش باحال شروع شد. کنم کلیپ خیلی باحالی هم داشته باشه. از این شروعش معلومه، شروع طوفانی داشته. میگیم آزادی یا میخوایم، ولی یعنی چی؟ هر کسی توی سرش داره ازش تعریفی، هر کسی نظرش وقت داره رو دریدی، تقصیر تو نیست آخه، غیر از اینو ندیدی. یه ساحل لحظه صبح، یه تمرکز، یه ذره بزنیم آقا، یه دفعه شروع شد. میگیم آزادی یا میخوایم، ولی یعنی چی؟ هر کسی توی سرش داره ازش تعریفی، هر کسی نظرش وقت داره رو دریدی، تقصیر تو نیست آخه، غیر از اینو ندیدی. یه ساحل بال. اول اینکه چقدر کلیپش چقدر قشنگه، این دست و پایی که دستشو بسته از پشت، یه ظرف پر از آبم گذاشته جلوش، داره تقلا میکنه، داره دست و پا میزنه، بعد میگه آزادی، هر کسی تو سرش از آزادی یه تعریفی داره. وقت داره رو دریدی، تقصیر تو نیست آخه، غیر از اینو ندیدی. یه ساحل ندیده که تو قصه شنیدی، یه غریبه یه ناشناس که اسمشو میگی، از انقلابی بودن فقط جستشو میگیری، یا تو همه یه کار رو تو لفت زدشو میگی. حرفاتون رو بزنیم با هم بس کنیم، ولی نترسن کسی که فکرش با تو فرق داره. ای والا، یه بیگ لایک بزرگ، چه حرف قشنگی زد. میگه حرفاتون رو با هم دیگه بزنید، جنگ و دعواتون رو با هم دیگه بکنید، ولی نترسید از اینکه اگه حرفتون درست نیست بکشید خودتون رو کنار، هیچ ترسی نداشته باشید این قضیه، ولی حرفاتون رو با هم بزنید. چه باحال. حرفاتون رو بزنید با هم بس کنید، ولی نترسن کسی که فکرش با تو فرق داره، بهترش رو بزن تو اگه خیلی کلیپش باحاله. بعد قشنگ سینکی شعر و کلیپ خیلی باحاله، خیلی با هم دیگه خوب جور در اومده. میگه حرفاتونو با هم دیگه بزنید، بعد یه بشکه گذاشتن، هر کسی میاد پشتش حرفشو میزنه و جاشو میده به نفر بعدی. ولی نترسن کسی که فکرش با تو فرق داره، بهترشو بزن تو اگه میتونی، و اگه نمیتونی برو کنات سخت باشه، میخواله اون بالا دیکتاتور رو بگه. ایوه، حرفتو بزن برو کنار حتی اگه سخت باشه، یعنی به زور یه چیزی رو نچسب، به زور سر عقیدت نمون، سر حرفت نمون، شاید حرفت اشتباهه، به زور سرش نمون، بگو حرف من درسته. دمش گرم، چقدر خوب نوشته عرفان، دمش گرم عرفان. یا اگه نمیتونی برو کنات سخت باشه، میخواد اون بالا دیکتاتور رو بکشه پایین، میگه تخمشو داره اگه بکشه پایین، ولی همه ما توی خودمون یکیشو داریم، اول از همه باید اونو بکشیم پایین. یه بیگ لایک دیگه، همه میخوان دیکتاتور رو بکشن پایین، ولی هممون تو خودمون یه دیکتاتوری داریم که اول باید اونو بکشیم پایین، اول باید دیکتاتور درونمون رو بکشیم تا بتونیم به اون دیکتاتور اصلی برسیم، یعنی خودمون رو تمیز کنیم، خودمون رو پاک کنیم تا بتونیم کار اصلی رو انجام بدیم. دمشقی هم خیلی خوبه. همه ما توی خودمون یکیشو داریم، اول از همه باید اونو بکشیم پایین، فیا کنیم برا تنفس، باز لب باز کنیم برا تنفس، یه نگاه بالا به آسمون سیاست، باید حتی پرواز کنیم برا تنفس. چه قشنگ، بکنم رفت تو کورس فکر میکنم. چه باحال، یه دستشو ول که خودش گلشو کرد تو آب. بالا به آسمون سیاست، باید حتی پرواز کنیم برا تنفس.
نداره تا خوشگلیه میدونم تو کورسه ولی حرف خوبی زد شاید یادم بره بعدش میگه انقدر راحت نگیم به ما چه خیلی ها میگن آقا تو که بابا اون وری بابا تو ساکت شد تو که نمیدونم کنار گود نشستی میگی لنگش کن ولی حداقل یه حرفی داره میزنه حالا چه میدونم تو ایران نیستش که بخواد بره اون وسط نمیدونم وسط خیابون کاری بکنه ولی حداقل از اون دور داره یه حرفی چهار نفر میشناسنش دیگه یه حرفی داره میزنه حداقل نمیگه به من چه بدیم ادامه مسیر رو حتی اگه ساعت بایسه نذاریم عادت ماشه ببینیم و چشا بسته باشه مایی که فقط جنگ رو دیدیم کردیم عادت به ماشه چطوری ایران رو زنده کنیم ما که فقط جنگ رو دیدیم کردیم عادت به ماشه یعنی فقط فکر میکنم منظورش اینه که فقط زور بالا سرمون بود فقط اسلحه بالا سرمون بود آره دیگه همه تو این کشور ایران همش یا جنگ بوده یا بدبختی واسه مردم یه روز خوش ندیدن مردم عادت به ماشه چطوری ایران رو زنده کنیم بریم عقب تاریخو بخونیم حفظش کنیم چند دفعه خفه شدیم زنده شدیم نه با کمک بیگانه بود نه حس به خودی با هویت و هنرمون شعرمون شده با دل سوزی های اهل علممون شده نگو احساسی بودن امرو عیبمون شده سه خیلی خوب نوشته دمش گرم معلومه خیلی کار کرده اصلا کلن هم روی شعرش هم روی ویدیوش خیلی باحال داره از میگه برگردیم به گذشتمون شعرامون اون کسایی که داشتیم به عنوان دانشمند داشتیم برگردیم به اونا دل سوزی های اهل علممون شده نگو احساسی بودن امرو عیبمون شده یه حافظه یه ضعیف دل اسممون شده چون که قوی ترین اصله هویته میخوان بفروشی بره انگار کلیته میخوان بذرشو بسوزونن گلی نده عمیق‌تر از اینه ولی اینه کلیتش آقا میگه شانا ایوال یه تمام چیزی که ما داریم هویتمونه تمام چیزی که داریم هویتمونه ایوال عرفان بابا گلی نده عمیق‌تر از اینه ولی اینه کلیتش آقا میگه شاهنامه کلیشه شده اینا رو نگو جایی حاجی انگاه فتیش توه سی ساله باختر آب داده کریشه کنه امروز هزار سال بر ریشش بپیشه دوره فعیا کنیم برا تنفس باز لب باز کنیم برا تنفس یه نگاه بالا به آسمون سیاست بعد تا پرواز کنیم برا تنفس چه ویدیوی والی داره خیلی ویدیوش گیراست بعد اینجا خیلی بال بود داشت میگفتش که جاوا کنیم برای تنفس همجوری داشتن عرصه رو بهش تنگ میکردن میومدن دورش رو گرفتن که نتونه نفس بکشه یه نگاه بالا به آسمون سیاست بعد تا پرواز کنیم بر... اونا خودشون هم جوراب کشیدن رو سرشون خودشون نمیتونن نفس بکشن اومدن دور اینم گرفتن که اینم نتونه نفس بکشه اینایی که اگه دقت کرده باشین یه سریاشون توشون سفید پوشیدن یه سریا سیاه اونایی که سفید پوشیدن دارن آدمایی که دارن اعتراض میکنن که اون بشکه رو گذاشته بودن میرفتن پشتش حرف میزدن اعتراض میکردن اینایی هم که سیاهن جوراب کشیدن رو سرشون نه خودشون نفس میکشن نه اجازه میدن که این نفس بکشه یه نگاه بالا به آسمون سیاست بعد تا پرواز کنیم برا تنها آره یکی اینو بده حق به ما که نتونی بمیرم این کارتش بالا راهو بساز نباش به یه رد پا آینده رو بگیریم تو دست ما نداریم عادت ماشه بگیم ای راحت به ماچه بدیم ما ادامه مسیر رو حتی اگه ساعت وایسه نذارید این عادت ماشه که همش بگیم به ما چه ما ادامه مسیر رو حتی اگه ساعت وایسه نذاریم عادت ماشه ببینیم و چشا بسته باشه مایی که فقط جنگ رو دیدیم کردیم عادت
حالا اینجا اومد رفت توی استخر رفت دیگه، آره از اون ظرف آبه اومد اونجایی که کلشو میکرد تو آب، الان اومد الان توی استخره، یعنی دیگه کلن داره غرق میشه. مونو نمیبینیم شاه کوچیک پرگار ماست، داریم میمیریم و میریم میگیم شانس تو راست، مثل جنازه تو آمبولانس یه گوشه نشستم پام رو پاس، منتظرم بیا کارد رو آسیشه را داستانا راسته و تاریخ دروغه، یه تجاوز فکری که تابیخ فروه پر کردن از دروغات. میدید اینایی که سفید پوشیدن اینا کسایی هن که اعتراض میکنن به وضع موجود، اینا هن که دارن اعتراض میکنن. الان هم اومدن اینجا جلوی هم دیگه چارتایی وایستدن یه سری کارایی رو با هم دیگه کردن جدا شدن از هم، حالا ببینیم بعدش میخوان چیکار کنن. خیلی کلیپش باحاله. تاریخ دروغه، یه تجاوز فکری که تابیخ فروه پر کردن از دروغا تابیخ عروغت، قاب دروغا کوبیدن با میخ تو روحت، من نشه یه شه چی؟ دروغا تابیخ عروغت، قاب دروغا کوبیدن با میخ تو روحت، قاب دروغا کوبیدن با میخ تو روحت، دمت گرم بابا. آره دیگه، وقتی که فرهنگ، کسی که باید فرهنگ سازی کنه، دولت، سیستم، حالا اون مسئولانی که باید فرهنگ سازی کنن دروغ میگن، همین این دروغ گفتن خودش میشه یه نوع از فرهنگ که جا میفته، به قول عرفان با میخ میکوبن تو روحت. من نشه یه شعرم و ساقیش فروغه، غریبی جهل و آشنایش بلوغه، فوقش صد ساری طلوعه و باقیش غروبه، من که جهنم من برم میگه جانیش شلوغه. داریم عادت ماشه بگیم ای راه به ماچه بدیم آه. آینایی که دورش بودن ساکت شدن، ببین همه جوراب رو سرشونه. ادامه مسیر رو حتی اگه ساعت وایسه، نذاریم عادت ماشه ببینیم و چشا بسته باشه، مایی که فقط جنگ رو دیدیم کردیم عادت به ماشه، بذار حفظ باشم مثل تنفس، آزاد بشم مثل تنفس. آه چه باحال، دارن دونه دونه ماسکاشون جورابای سرشون رو در میارن، در میارن میگن تنفس. حق باشم مثل تنفس، فریاد باشم مثل تنفس، بی رنگ باشم مثل تنفس، گرم باشم مثل تنفس، سخت باشم مثل تنفس، پشت حرف باشم مثل تنفس، آه باشم مثل تنفس، همراه باشم مثل تنفس. چقدر باحال، همه کسایی که نمیتونستن نفس بکشن دورش و دور اینو گرفته بودن یکی یکی دارن حالا تنفس میکنن. آره دیگه تنفس میکنن. پاک باشم مثل تنفس، رام نشم مثل تنفس، رام نشم مثل تنفس. تنفس رو به همه زبونا نوشت. خیلی خوشگل بود ویدیو. آقا تموم شدش، خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. همین که شعرش واقعا شعر خیلی خوبی بود، واقعا هم به درد همین روزامون میخورد، حرفای خوبی زد تو شعرش. من اونجا خوشم اومد که میگفتش که بیایید با همدیگه صحبت کنیم، اگه حرفمون فکر میکنیم حرف درستی نیست جامونو بدیم به بعدی، هیچ اصراری روی حرف اشتباهمون نداشته باشیم. خیلی باحال بود اون تیکش. کلیپش که عالی بود، کلیپش خیلی خوب بود، مخصوصا آخرش خیلی خوب تموم شد. اینایی که جوراب رو سرشون بود من یکی یکی جورابا رو در آوردن و نفس کشیدن. آقا دم شما گم، دم عرفانم گم، کار خیلی خوبی داد بیرون. این چند وقته ما از سروش شنیدیم یا آهنگ خوب، ما ادامه داریم که چه آهنگی بود، اونم تو کانال هستش که برید اونم ببینید. اینم که از عرفان، حالا ببینیم، امیدواریم که یه هنرمند، یه رپر دیگه همون دوباره یه آهنگی توی همین حال و هوا بده، چون الان واقعا وقت اینجور آهنگاست فکر میکنم.
شاید هم اشتباه میکنم، نمیدونم. آقا به هر حال دمتون گرم، تا آخر ویدیو بودین. برمیگردیم با یه ترک جدید، ترک نسل منه. چیزو گفتین که بریم عماد قویدل، و اونم تو دستور کار هست، گزینش رو میزه، اونم چشم نوکرتونم هستم. میریم اونو با هم دیگه گوش میکنیم. آقا شب و روز بر شما خوش، مواظب خودتون باشید تو این روزا، بیشتر مواظب خودتون باشید، و اینکه برمیگردیم دوباره هم دیگه رو ببینیم. مخلصم فعلا.